زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است. و بهروز حشمت، هنرمند مجسمه ساز، یکی از اینهاست. آره، اینجا در جمهوری منه. بچه تبریز، فرزند آهن و کارخانه، کسی که از کودکی با دیکته مشکل داشت. ولی اون موقع کسی نمیدونست که من این مرض رو دارم، فکر میکردن تنبلم. ولی همه جا در جستجوی خانه بوده، از زهدان مادر تا خانه‌ای که اگرچه ویران شده اما باید بر آن بخیه زد. هر جا که باشد، روی درخت، در خانه سیاه، سبز، شیشه‌ای، اونجایی که آب هست، درخت هست، اونجایی که درخت و آب هست، خانه هست. او در این خانه یا خانه ها میزبان بسیاری بوده. از 7 شاعر معاصر اشعار بزرگان را نیز در جای محفوظی نگاه داشته است. اشعار فروغ فرخزاد، سیاوش کسرایی. واژه از دست رفته چون ستاره ای در ذهن سرزمین تاریک عبور می کند. دیوارهایش هم در مراکز هنری، شهرها و پارکها برپاست. بالا بلند، اما برای حفظ تعادل، برای اتکا. هرچند زندگی خود قابل اتکا نیست، به قطار می ماند همیشه در راه. زندگی بهروز حشمت را با ما ببینید. آقای حشمت عزیز، چقدر خوشحالم شما رو میبینم. اونم اینجا، چرا اینجا؟ این دیوار سمبول دیواره. این کار رو من 1992 درست کردم. بله. من سالهای سال رو تم دیوار کار میکردم. دیوار مانع جدایی مرز هاست. مرز ها همیشه سرزمین ها رو از هم دیگه جدا میکنم. عامل جدایی. عامل جدایی. بله. و دیوار اصلا همیشه از یه طرف حفاظت، از یه طرف هم جداییه. بعد این دیوار اینقدر تنگ شده، اونجا یه دونه شار گیر کرده. بعد اینجا امید هست، امید رفتن از این دیوار. دیوار مانع شده اینجا، شما از این جا نمیتونیم بگذاریم. میبینم که اینجا نقاشی کردن روی چیز. اشکال نداره این کاری کردن؟ نه، اتفاقا نقاشیش هم گفتم داستان به دیوار برلین اینه که دیوار برلین از طرف بخش قسمت داخلیش که غربی بود، اونجا همش نقاشی میکردن، که یکی از آثارهای خیلی مهم تاریخی. الان همون نقاشی ها کل دنیا پخش شده. و اون طرفش که بخش کمونیستی بود و بعد دیدیر شرقی، بعد اونجا کسی جرأت رسیدن به دیوار نداشت که حتی روش نقاشی بکنه. ولی اینجا همه نقاشی هم میکنن. یه آنارشیسمه. آنارشیسم یه بخش از زندگی انسان هاست. برای من مهم اینه که این تصویر دیوار دیده بشه. اینا هر چقدر بکنن، این آهن به اندازه کافی عمر داره که این نقاشی ها مثل این که قلقلکش میدن. این یکی از کارهای شماست که در وین میبینیم، در جاهای دیگه هم هست که حالا تو شهرهای مختلف کارهای من هستش. و این یکی از اولین کارهای بزرگ منه که تو شهر وین گذاشته شده از 30 سال قبل. خب، حالا برای بقیه حرفامون کجا بریم؟ باید بریم آهنگرخونه و بعد بریم اونجا چه خبره. آهنگرخونه؟ بریم؟ بفرمایید. چه پاییز زیبایی هم هست. آره، رنگا و پاییز چیه دیگه؟ یکی از زیباترین فصل ها هست. بهار. دوتایی یکی خبر رفتن میده، یکی خبر اومدن میده. و دوباره بهار هم این اتفاق میفته، برگا درخت ها دوباره شون میشن سبز شدن، یک تصویری دیگه از طبیعت دوباره بیرون میاد. خیلی فیلسوفین شما. نسبت به سنم میگم. وقتی آخر کارم تمام شد و جشن میگم، میدونی خیلی جالبه. جشن تنها ماشین جشن میگیری؟ برای خودم، آره، برای مجسمه هم جشن میگم، برای کاری که تمام کردم جشن میگم. خودتون مجسمه تون با هم؟ و هم اینجا آهنگر. آهنگر بچه دری و چه؟ آره، اینجا در جمهوری منه. جمهوری حشمت. آره.
دارا دارا بفهم. واو عجب چوی خوب. اینا دیگه ارکان جمهوری تونن دیگه نه؟ ولی اینا برای من همیشه این کارهای من، این کار سری کارهای من هستم که روی تعادل من کار میکنم. تعادل یه چیزی هست که یه چیز کوچیکه، امیده. ما انسان هم همیشه یه بند امیده. یه وقت طرق اگه ناامید باشیم میافتیم زمین، ولی انسان هم همیشه امید نگه میدارم. بله. اینجا هم چه بگم، باغ ایرانیه. داستان برای ما زیباست که ما همیشه تو حیات ایرانی یه فواره حوض داریم تو وسط. این هم مثل چه بگم، دربند منه. از دربند شما بریم به؟ آره بریم آهنگر خونه. آهنگر خونه شما. این هم پرنده من برای اینکه کبوترها رو به ترسونه تو نیان. ولی این از کبوترها میترسونه. واو عجب مجموعه‌ای دارید اینجا. آره سه سمبل درخت و خاک و آب و درخت و خانه. بله. اینا همیشه مکمل هم دیگه. اون جایی که آب هست، درخت هست، اون جایی که درخت و آب هست، خانه هست. بعد درخت انسان‌ها مثل درختان ها، ما همیشه میپرسیم ریشه از کجاست؟ درخت هم همینطوره. شما یه درخت رو از آفریقا بردارین ببرین تو آمریکا یه جای دیگه بذارین، باز همیشه اون همیشه میگن درخت از کجا اومده. خب خونه برای تو چه معنی میده که اینقدر روش کار میکنین؟ من سعی میکنم کارام یه همیشه تو کارهای من یک محتوای درونی داره و یه محتوای بیرونی داره. یه گفتار برای من خیلی مهمه. اینجا اصلا تو این خونه مثل حلبیاباده. تمام چه بگم جعبه هایی که چیز بوده، من این جعبه ها رو بریدم. یه حواست برای درست کنم. شما همین کنید. یه مثل خانه سیاه هست، فیلمی از فروغه، ولی در برای من خانه سیاه در اینجا یه شعر کوتاهه، ولی اینجا روی خونه یه هویتی دیگه پیدا میکنه. خانه سیاه هست یعنی خانه از درون سیاه بودن، یعنی عزاداره، مرگ، سیاهی مرگ. از برای همینه که اینجا میبینم که یه تخمرغ سیاهه توی یکی از اون خونه ها. تو اون تخمرغ هم همین داستان اینه که تو زغاله است، سوخته است. مثل برای من نسل سوخته است. ما از سرزمینی میاییم که در اون سرزمین نسل به نسل سوخته میشه. صدا یه بخش از زندگی هست. شما با اولین صدا به دنیا میایین و با سکوت میمیرین. در کار این کارهای من همیشه سعی میکنم برمیگرده به خبر دادن. ناقوسای کلیسا رو ببینین، بعد هم معزن هم که میره بالا از امید خبر میده. بعد شما وقتی میخواییم بخوابین ساعتون رو کوک میکنین که شما رو بیدار بکنه. تو این کار یه انفجار اتفاق میفته، صدای توپ هاست، یعنی صدای خیلی بلندیه. ولی تو کار دیگه باز یه صداهای انفجارهای دیگه اتفاق میفته. یعنی تو نمایشگاه وقتی شما میرین تماشاگرها وقتی اون یکی سریع اینا همش شروع میکنن به کار کردن. همزمان. از هر گوشه یه صدای میاد. اینجا شارهای کوچکترن ها که باز از انفجار مثل نفس کشیدن، هر نفس که شما میشه اتفاق میفته. باز اینجا باز انفجار چه بگم گلوله ها نه. بعد اینجا تو این کار چهار ایستگاه زندگی هست، چهار فصل. شما هر ایستگاه زندگی حرکت میکنه. بعد زندگی قطار زندگی میچرخه، شما سوار پیاده میشین تو این ایستگاه. خب یک مجموعه دیگه اینجا میبینم که جعبه هایی که نمیدونم چی هستن. این جعبه ها هفت هست. بله. بعد هر نمایشگاه من سعی میکنم محتوای درونش رو عوض میکنم. این نمایشگاهی که داشتم از هفت شاعر معاصر شعر قسمتی از شعرهاش انتخاب کردم. اینجا شعر سیاوش کسروییه. زیبایی کار اینه که موقعی که من نمایشگاه داشتم آقای سیاوش کسرویی هم بیام بود تو خانه هنرمندان اتش نمایشگاه داشتم. بعد خودش تو این جعبه شعر خودش رو خوند.
واژه از دست رفته چون ستاره ای در ذهن سرزمین تاریک عبور می کند. لبهای سرزمین هنوز از تب می درخشند. دوست دارند دوباره شکوفا شوند و احساس نیاز می کنند برای آغاز حرف زدن، حرف زدن دوباره. احساس نیاز میکنن برای حرف زدن، حرف زدن دوباره. چقدر زیبا، بله. این یکی هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. خیلی زیبا. برای من واقعا این شعر یعنی مجسمه. شما وقتی توش نگاه شعر رو میخونین صدا رو از چاه میشنوین. یعنی صدای فروغ رو من اینجا تو چاه گذاشتم. یعنی همون جایی که فروغ گفته که شما در هیچ مردابی مرواریدی صید نخواهید نخواهید کرد. من 45 سال قبل با این چمدون به وین اومدم. واو. جا تصویری هست که شما تونل خاطراتتونه. قطار میاد از وسط اون چیزایی که با خودتون آوردین رد میشه. چون تما وقتی سفر میکنین نمیتونین تمام همه چی رو با خودتون بیارین. چیزای ضروری رو که لازم دارین و همیشه باهاتون میمونن اونا. یعنی یه بخش از تنتونه، خاطراتونه که خیلی خیلی دوست دارین با خودتون برمیدارین. اینا سه تا چمدونن، بعد سه تا نسله. یک نسله که از جنگ جهانی دوم مهاجرت کرده. یه چمدون مال منه، یه چمدون مال یه خانومه. بعد محتوای چمدون هم فرق میکنه. اینجا میبینم که یک عکس زیبایی هم هست که روی یکی از اون خونه هم دیدم. پدر مادر هم هستن. کرد بودن نه؟ مادر پدر من کرد بود. مادرم مال از تبریز هم. ایشون خواهر بزرگم هم. اینم برادر بزرگم. محابات اینجا هم. الان بریم بالا. اونجا چی بگم؟ مال کاره 50 سال قبل منه. اینجا هم پله فلینیه. خب من از این میرم بالا. شما میتونیم بعد از 50 سال بیاییم بالا؟ فکر من با میکشه منم بالا. آره این کاره اول منه که اولین کاری هم که درست کردم خودم بودم. کدومشون؟ خودتونی؟ این آدمی که دهنش و گوشاش و گفت زده شده وقتی که تو در بندی اون آزادی رو نداری. بعد من شروع کردم اول از خودم و بعد کارهای دیگه هم برمیگرده باز به شخصیت آدم ها. مثلا اونجا یه مولایی که سرش گفله، بغلش دستش یه قرآن هستش، بغل دستش یه حاجی آغاز که کلش همیشه چکه حسابه. بعد اینجا باز یه زندانی که سرش تو قفسه. خیلی جالب بازم کارهای من. هیچ وقت وقتی اولین نمایشگاه رو تو تهران داشتم تو گالری سیون خیلی چیز بودن که بازم منو با جازه و نمیدونم با تناولی و فلان اینا فامیل بکنن. ولی من هیچ وقت با این آدم فامیل نبودم. چون برای من زیبایی این بود که من از تحصیلات عالی برم نیومده بودم. من از کارخونه اومده بودم و با خودم شروع کرده بودم. بیشتر من سعی کردم هنر رو اگر داشته باشم در خدمت بگیرم برای حرف زدنم. و تو این کارا اینا کاری هستش که من برای جنگ درست کردم. اون چیزی که فجایعی که اتفاق میفته این نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. این شوکی که یک بچه از جنگ تو خونش میره هیچ وقت فراموش نمیکنه. بعد اونجا باز سرنیزه است. بعد شما به آینه نگاه میکنید نیزه به صورتتون برمیگرده. یعنی شما چی بگم آینه سکوت شما هست. نه. خوب داریم از اینجا میریم بیرون و با یه سوال تو ذهن من به نظرم میاد بلدن خونه تون رو جا گذاشتین نه؟ دنبالش میگردیم؟ نه من خانم را بر بام درختی خواهم ساخت که ریشه در خاکم دارد. پس بریم سراغ ریشه ها. بریم تماشا کنیم از کجا میان ریشه ها. دقیقا. به به چه حال هوایی داره این اتاق. اینجا اتاق
این هم نبود عکس جوانی ها توده دیگه نه؟ آره اونجا جوان بودیم. اصل این عکس کار پروفسور من هست تو آکادمی، اسم صندلی صدارت موضوع. من از آذربایجان میام. کدوم شهر؟ من پدرم از ارمیه بود، رضایه اون موقع بود، بعد مادرم از تبریز بود. ولی ما بیشتر چون بگم چون به خانواده پدریم خیلی نزدیک، مادریم خیلی نزدیک بودیم، بیشتر تو تبریز بودیم. من از ساعت 12 سالگی هم رفتم تبریز، اونجا در مدرسه رفتم چون سواد به اون شکل نداشتم. مدرسه نمی‌رفتی مگه؟ نه مدرسه می‌رفتم، ولی من چون چیز از نظر چه بگم مغزی میگم اتصال بدنه داشتم. همه نمره دیکته من صفر می‌گرفتم. یعنی من تو عمر خوشبختانه بود که من هیچ مدرکی ندارم. چون املا نمیتونستم بنویسم. چون اون چیز این که داشته باشم که دیکته بکنه من بنویسم، نمیتونم بنویسم. یا باید گواشواش میگفت یا کلمه های بزرگ. ولی اون موقع کسی نمیدونست که من این مرض رو دارم، فکر میکردن تنبلم. ولی من همه چیز خودم به خودم یاد دادم. مدرسه میرفتم شروع کردم خودم تابلوها رو بخونم. توی ایران بالاخره تو یه جایی رفتیم درس خوندیم؟ آره ایران دو سال در کارخونه ماشین سازی تبریز دوره کارآموزی داشتم. برای اینکه مدرکی داشته باشین ایران رفتین؟ نه یه مدرک تقلبی داشتم. تقلبی؟ آره من تو عمرمون تقلبی به دنیا آمدیم. یعنی واقعا هیچ تموم کردید مدرسه رو دبیرستان و اینا رو یا نکردید؟ نه من تا سوم متوسطه خونده بودم، بعد رفتم کارخونه، بعد کارآموزی رفتم اونجا. بعد برای من خوشبختی این بود که من لباس کار پوشیدم. یعنی کار لباس. آره زیباترین لباسی که آدم میتونه برای کار کردن بپوشه، چون ما فرهنگ کار کردن نداریم. تو ایران مثلا میگن بدبخت کارگره، کار میکنن. یعنی ما هنوز به اون فرهنگ اینجا تو خیابون شما برید کسی رو با لباس کار ببینید همه احترام میذارن، میگم این داره کار میکنه. آره چای آهنگر کنه بعد شما چای بدم برای منم شربت انگور شربت چند بعد. خب بعد دو سال اونجا کار کردید و اون وقت من مجسم سازی رو از کارخونه شروع کردم. حتی هیچ کارخونه هم خوشبختانه هیچ کاری یاد نگرفتم. تنها کاری که یاد گرفتم با آهن آشنا شدم. بعد یک اتفاقی با یکی از دوستام که آشنا شدم، این فرشاد فدائیان بود که الان مستندساز تو ایران سینما کار میکنه، این در طریق یکی از دوستام کارهای من رو دیده بود و بعد اومد خونه من از کار من فیلم گرفت، عکس گرفت و بعد اینو تو تلویزیون یه برنامه داشت اونجا این فیلم رو نشون داد. چند ساله بود این موقع؟ اون موقع من 22 سالم بود. بعد این فیلمی که فرشاد فدائیان نشون داده بود، مدیر عامل کارخونه ما مهندس توکلی این فیلم رو دیده بود. بعد صبح اومده بود تو کارگاه تو کارخونه به رئیس دفترش گفته بود که دیشب تو تلویزیون دیدی؟ یکی بود که تو با آهن مجسمه درست میکنه. خیلی خوشم اومد. بعد میگه آره حشمت تو کارخونه ما کار میکنه. بعد من صدا کرد رفتم تو دفترش اینا، گفت آره کارات دیده خیلی خوش آمد اینا، برو یه طرحی بده به سمبول کارخونه باشه بعد اینو درست کن. من آمدم دو هفته گذشت یه مدلی درست کردم. بعد این مجسمه رو بردم بهش نشون دادم، گفت عالیه اینو بزرگش بکن. من اول مجسمه ای که بزرگش کردم مجسمه کارو یه طرفش یک کارگره، یه طرفش هم یک توریسیانه. بعد وسطش کارخونه ماشین سازی تبریز بود. جالب این بود که اولین مجسمه بود که تو ایران مشت کارگر مشت شده بود. یه دستش هم آچار بود که اداره امنیت مثلا از من پرسیدن که این منظورت از این کار چیه؟ منظورم اینه که کارگر با مشتش نیروش کار میکنه. یه دستم آچار، اون یکی هم که تورسیان دستش کتابه. اینا علم و صنعت، این دوتا مکمل هم دیگه هم دیگه. باید ادامه دادین این کارو یا اینکه؟ آره این مجسمه که تموم شد خیلی جالب بود. بعد من یه نمایشگاه داشتم، بعد تو این نمایشگاه یه سمبل کوچیک از آشقلار تبریز آذربایجان درست کرد، صدای موسیقی.
ولی شهردار تبریز اون موقع دکتر وارسته بود، خیلی آدم آذری هم بود، خیلی آدم جالب بود. اومده بود تو نمایشگاه، من بهش گفتم که من میخوام این مجسمه رو برای شهر بزرگ بکنم. و گفت آره خوبه. بعد اونجا شروع کردم مجسمه آشقلا رو درست کردم که سمبل موسیقی آذربایجان بود. و این باعث شد که چه بگم، باعث چمدون بستن منم شد. چرا؟ بعد این مجسمه رو گذاشتیم سواک و بعد استاندار آزموده که اون موقع بود، اینا مخالف بودن. حتی از تهران همون روزی که قرار بود مجسمه افتتاح بشه، هویدا اومده بود تبریز، بعد قرار بود اون بیاد افتتاح بکنه. ولی اون موقع استاندار و رئیس سواک نذاشته بودن که هویدا بیاد اونجا. گفته بودن تکلیف مجسمه معلوم نیست که اینجا بمونی یا نه. بیشتر پشتوانه سواگ یا اینکه اینا بود که از کار نمایشگاه های قبلی من بود که داشتم، که بیشتر موضوع سیاسی بود، اینا همیشه مشکوک بودن به من که چرا این آدم این کار میکنه. تو اون موقع خیلی نمایشگاه گذاشته بودی؟ نه اون موقع 3-4 نمایشگاه داشتم، ولی داستان نمایشگاه ما این بود که یه نخل تشنه بود. ما نمایشگاه میذاشتیم یه دفعه پر میشد، اینقدر جوان میمد. بعد سواک اینا میترسیدم، چون اصلا تو تبریز گالری وجود نداشت که شما نمایشگاه. ما یه چه سالی اینا که میگی؟ اونجا هست یه دونه پلاکات هست، تاریخش هست. بله 53 اینا. آره آره. ولی چی شد اون وقت که چمدونتون بستین؟ داستان بعد اینکه هویدا از تهران رفت مجسمه رو نیومد افتتاح بکنه، من یه بار شهردار منو یه دو روز بعدش صدا کرد و گفتش که اشمت داستان اینه که سواک میخواد یه مجسمه رو ورداره، به خاطر هم هویدا نذاشتن بیاد اینا. بعد از اون با من هیچ کار نمیتونم بکنن، ولی اینا میان سراغ تو. بعد گفت 10,000 تومان برات چه پاداش نوشتم، انجمن شهر بهت بده، بعد برو اونو بگیر خود دانی. چون من فکر کنم اگه اون موقع ایران هم میموندم باید فاتحه مجسمه سازی رو این کارم رو میخوندم، چون دیگه یا اینکه میگفتن بگم میراد می آبخوری یا اینکه باید کلی کارم رو کنار میذاشتم. این پیرو افتادید اومدید و فرودگاه اومدید؟ آره رفتم یه پاسپورت گرفتم از یه شهر دیگه که اونجا من رو نمیشناختم، بعد اومدم رفتم ویزا گرفت، 2-3 روز گذشت و که من وقتی که از سوار طیاره شده اومدم اینجا و بعدا اداره امنیت رفته بودن سراغ من و فلان، گفت نه این کجا دودن رفته اینجا نیست. پرید. آره مرغ از قفس پرید. خب ما امروز خیلی وقت شما رو گرفتیم، من صبح تا حالا واقعا. آخر برنامه رسیدیم، دوست داریم برنامه رو با یه چیزی تموم کنیم. دوست داریم چیکار کنیم؟ مجسمه بسازین جلوی دوربین، موسیقی معرفی کنین، یا شعر بخونین، یا با دوربین حرف بزنیم؟ نه با من زیاد چیز سواد حرف زدن ندارم، فقط یه دلوقتي. من بیشتر کار میکنم تا حرف بزنم، ولی یه چیزایی هست که من همیشه میگم شبا مینویسم. شبا چون دیگه نمیتونم چکشکاری بکنم، سرصدا بکنم، مجبورم چیزایی بنویسم. چکش من یه موقع قلم من، یه موقع دم قلم هم چکشه. یعنی من فکرم سعیم همیشه بنویسم. بعد این هم یه دونه چیزی برای چکشکاری های شبانه. آره اینا چکشکاری شبانه است. میایید صدایتان بر در دیوار خانه هم می نشیند، می روید و سکوت. اینم پایان سخنرانی دانشمند مادرم از رویم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمشون چه خالیداری؟ همیشه خوشخلقی؟ آره مادرم، پدرم به مادرم میگفت، خیابون خانم ها منو میدونم میگن چه خوشبخته، چه مرد خوش، میگفت از در که میاد تو خونه سگ میشه.